محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مسکو با الکسی لیکاچف مدیر کل روساتوم دیدار و گفتگو کرده است. بنا به گزارش ها محمد اسلامی از روسیه خواسته برای ایران دو نیروگاه جدید احداث کند. ساعتی پیش بهزاد احمدی نیا روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی درباره اهداف این سفر با اشاره به سابقه مذاکرات ایران و روسیه در 5 سال اخیر به بخش فارسی صدای آمریکا چنین گفت: من گمانم این هستش که مسائل دیگه‌ای علت اصلی این سفر هستش، به خصوص اینکه خب دولت نوپایی هم که تو ایران سر کار اومده تلاش داره که یه مقداری اون مشکلات هسته‌ای و مشکلات انرژی به طور کلی که با روسیه داشته رو حل و فصل بکنه. آقای احمدی نیا در پاسخ به این سوال که با توجه به مخارج ده‌ها میلیارد دلاری نیروگاه بوشهر که نتیجه آن تامین فقط 2% از برق ایران بوده، آیا ایجاد نیروگاه های جدید یا فازهای جدید در نیروگاه بوشهر تکرار چنین سرمایه گذاری های عظیمی را توجیه می کند؟ گفت: تحت هیچ شرایطی نه نیروگاه بوشهر نه هیچ نیروگاه دیگه‌ای در حوزه اتمی برای ایران توجیه نداره. ایران دومین ذخایر گاز جهان رو در اختیار داره با بودجه‌ای که صدها میلیارد دلار برآورد هزینه مستقیم و غیر مستقیم نیروگاه بوشهر بوده، یعنی هزینه تحریم‌ها و هزینه‌هایی که روس‌ها سال‌ها وقت کشی کردن برای تحویل بوشهر. با این می‌شدش ده‌ها نیروگاه گازی یا سیکل ترکیبی درست کرد در ایران که با هزینه‌های بسیار کمتر، بدون هیچ گونه تحریمی، بدون هیچ تنش بین‌المللی میتونست جلو بره و امروز اصلا ما مشکل برق نمی داشتیم، ما مشکل این که بخوایم مازوت بسوزونیم در نیروگاه‌های قدیمیمون نمی داشتیم. منتها متاسفانه مسئله اصلا مسئله بحث انرژی نیستش، مسئله بحث سیاسی هستش و مسائلی که پشت پرده است که به قولی منویات علی خامنه ای رو میخواد اجرا بکنه و از طریق نیروگاه‌های هسته‌ای و ادعای این که برق هسته‌ای برق ارزان و ساده‌ای هستش و پاکه میخواد منویات دیگه ای رو پیش ببره و تو حوزه های دیگه ای پیشرفت بکنه. در ادامه از آقای احمدی نیا درباره توقف نیروگاه بوشهر در 2 سال اخیر به دلیل دیرکرد پرداخت های ایران به روسیه و اینکه ایران چگونه میتواند با توجه به تحریم های کنونی از عهده تعهدات مالی به روسیه برایت سوال کردیم. یک قراری بین ایران و روسیه برقرار بودش. ببینید، برجام که امضا شد بنابراین شد که آب سنگین تولیدی ایران به روسیه منتقل بشه، مازاد اورانیوم غنی شده ایران به روسیه منتقل بشه، ماه به ماه اون میزانی که مجاز بود ایران اورانیوم غنی شده و کیک زرد داشته باشه رو نگه داره، الباقی رو به روسیه بفرسته، که همه اینها در 2 سال گذشته متوقف شده. یعنی ایران برای اینکه بتونه اون رویکرد سیاسیش در قبال غرب رو جلو ببره همه اینا رو متوقف کرده. اینها بخشی از اون هزینه هایی بودش که روس ها مطالبه می کردن برای هزینه های راهبری نیروگاه بوشهر و خب الان متوقف شده، ایران راه دیگه هم برای پرداخت نداره. از طرف دیگه ایران تلاش کردش که با روس ها سواپ نفتی برقرار بکنه به جای این هزینه هایی که اونها مطالبه میکنن و باید بهشون پرداخت بشه. خب همونجور که فرمودید دو بار تا به حال طی کمتر از 24 ماه کمتر از 2 سال گذشته دو بار بوشهر از مدار تولید برق خارج شده، پارسال 4 ماه خارج از مدار تولید برق بودش. خب اینا همش هزینه است برای مملکت و از طرفی روس ها حاضر نیستند با چیز دیگه ای این رو مستهلک بکنن، یعنی میگن یا اون اورانیوم و آب سنگین رو باید بفرستید بیادش یا ما نفت نمیگیریم ازتون که سواپ نفتی برقرار بکنیم. این کارو با ونزوئلا کردن، وام های ونزوئلا رو در قبال نفت مستهلک کردن و پرداختش رو قبول کردن ازشون، ولی از ایران قبول نکردن و حتی یک پشکه هم برای ایران نه نفت فروختن نه ازشون تحویل گرفتن. برای همین این مشکل مضاعفیه که من فکر میکنم علت اصلی این سفر همینه که این مسائل رو بخواد حل بکنه، چون روس‌ها مخالف برجام بودن. یادمون نره که روس‌ها در عکس یادگاری برجام هم حضور پیدا نکردند و امروز هم از این انزوای ایران سود بیشتری می‌برند تا اینکه ایران بخواد برگرده به جامعه بین‌المللی.